أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بعد از اینکه سیره عملی اولوالالباب را بیان فرمود که دارای این اوصاف هشتگانه ام، نتیجه این سیره عملی را پایان عالم دنیا معرفی کرد که پایان خوبی برای اینها مقرر شده است. عاقبت دنیا که همون آخرت است به کام اینهاست. اون را بیان فرمود که عقبت دار چیست. جنات و عدن که جنت بودن و عدن بودن بحثش گذشت، نه تنها از لحاظ نعمتهای ظاهری متنعمن، بلکه از لذت دیدار اقربای با ایمان هم بهرمندن که یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریات. چون آبا و ازواج و ذریات بر اساس عمل خودشون وارد بهشت میشوند، زیرا من صلح را در صدر ذکر فرمود، پس اونها هم جزء اولوالالباب خواهند شد. و هر کسی که لبیب باشد به جزء اولوالالباب باشد، او وارد می شود و با آبا و ازواج و ذریات خواهد بود. چون آبا و ازواج و ذریات همه اقربا را در بر می گیرد، زیرا اخوان و اخوات، اعمام و انبات، اخوال و خالات همه جزء ذریات اون آبا به حساب می آیند، لذا اونها را علاهده ذکر نفرمود، نه در این آیه نه در آیه سوره مؤمن و غافر. از این که فرمود و من صلحه، برای آن است که اون عالمی که ظهور حق در اون عالم مطرح است و چیزی جز حق در اون عالم مطرح نیست، قرابت و خیشی نقشی ندارد، زیرا این قرابت و خیشی برای شناسایی و انجام کارهای دنیاست نه غیر. در ذیل آیه معروف که فرمود انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف، یعنی قبیله قبیله شدن، شعبه شعبه شدن، نژاد مخصوص داشتن، اقربای خاص داشتن، به یک شخص مربوط بودن برای شناسایی است. این یک شناسنامه طبیعی است، این یک آمار خداداد است که بعضی ها فرونجایی هستند، اهل فرون منطقه هستند، سفید پوست هستند، سیاه پوست هستند، یه آمار الهی است. این تفاوت ها لتعارف است، پس هیچ معیار ارزشی نخواهد بود. مسئله قبیله، مسئله قرابت، مسئله رحامت که اقربای هم، ارهام هم، قبیله هم باشند، فقط لتعارف است، یک شناسنامه و آمار همگانی و همیشگی است. یک سلسله قراردادهاست که اون قراردادها کارا رو تنظیم می کند. یک سلسله معیارهای همگانی است. در باب کر گفتن این وجب همراه شماست، اگه سه وجب و نیمی در سه وجب و نیمی در سه وجب و نیم بود کره، این وسیله همراه همه است. این یک سلسله وسائل طبیعی خداداد است که برای انجام کاره. مسئله قومیت، مسئله قبیله بودن فقط لتعارف است، هیچ ارزشی ندارد. چرا هیچ ارزشی ندارد فقط برای شناسایی است؟ برای اینکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت در مدار تقواست و نه غیر. پس غیر از تقوا این گونه از امور برای شناسایی است و نه غیر، پس هیچ اساسی ندارد. اگر کار خدا این چنین است و اگر قرابت و رحامت برای تنظیم کارهاست
نه نقش دیگر و نظام ارزشی داشته باشد، پس در بهشت به صرف قرابت کسی کسی رو بهشت نمیبرن. لذا در این آیه و در آیه سوره مؤمن من صالح را اول قید کرده، فرمود اگر صالح بود صالحین از آبا و ازواج و ذراری با مؤمنین ملحق. و در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه که فرمود اینی جائل و کل ناس اماما، عرض کرد به من ذریتی، فرمود من نه همه را یک جا میپذیرم چون ذریه شما، نه همه را یک جا رد میکنم. قال لا ینالو عهد ظالمین، یعنی عهد من به ظالم نمیرسد. اصولا لطف خدا و عنایت اله شامل تبهکار نخواهد شد. این در دنیاش، در آخرت هم همینطور است. اینطور نیست که صرف ذریه بودن و صرف قرابت با ولی از اولیای الهی مشکل را حل بکند. لذا هم شواهد قرینه منفصل دلالت میکند بر اینکه این آبا و ازواج و ذریات باید مؤمن باشن، هم قرینه متصل، زیرا در اینجا فرمود و من صلحه، هم در اونجا فرمود فلا انصاب بینهم، هم بست ابراهیم فرمود همه ذریه شما مشمول یک اصل نیستن ولا ینال و عهد داره. هر صالحی وارد بهشت می شود، الا اینکه نعمت های بهشت رو که میخواد ذکر بکند میخواد بگه در حضور اقربا و ارحام خودم هستند. گذشته از اون جناتون تجدی من تحت الانهار که یک لذت های جسمانی و ظاهری است، لذت انس با ارحام هم هست. انسان دوست دارد با آباش، با ازواجش، با ضراریش، با اخوانش، با اخواتش یک جا باشد. نه، سخن از قبیله اونجا نیست و سخن از اقوام و اشاعر و اقربا نیست، برای اینکه فلا انصاب نهم همه دفعتا از خاک برمیخیزن. سخن از پدری و پسری نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که اونها که در دنیا قرابت داشتن، اونها که در دنیا اقربا و ارحام بودن، مائلا در بهشت در کنار هم باشن یک لذتی است. نه اینکه اینجا پدر و پسر همان، اینجا همه با هم از خاک برخواستن. اینطور نیست که یکی والد باشد دیگری ولد، ولی همین دو نفری که یک جا از خاک برخواستن، یکی در دنیا پدر بود یکی در دنیا پسر، گذشته از اینکه لذت های ظاهری دارن، لذت حضور و انس یک دیگر هم برای اینها گواراست. اینه که قرآن کریم به اینها وعده داد که نه تنها شما در بهشت به سر میبرید، نه تنها ارحام با ایمان شما در بهشت به سر میبرند، بلکه یک دیگر را میبینی. این لذت هم برای شما هست. اگر از بودن با اقربایشون بهشتی ها لذت میبرند، زهرن از بودن اقربایشون در جهنم اینا شکنجه روحی میبینند. و از این طرف با توجه به این که شکنجه روحی میبینند، آیا این دو مسئله قرینه نمیشه بر این که در اونجا نه در اونجا که از امام علیه السلام سوال میکنن آیا در بهشت اندوهی هست یا نه، فرمود نه. عرض کردم اگر یک کسی مثل نوح بود، پسرش کافر بود، پسر در جهنم میسوزد، پدر در بهشت متنعم است، این غم را پدر چه کنن؟ فرمود اون روز اصلا یادش نیست یه همچه پسری داشت. تو یادش در بهشت اقربانش در یه دوست، برای اینکه اون اقربای مؤمنین انما المؤمنون اخوه، اینا یادشونه. اما چون و اذان من الله و رسوله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، اگر مؤمن از مشرک بیزار است و اگر اون روز سخن از دمتاز الیوم ایها المجرمون است، صفها از هم جداست، هرگز مؤمن به فکر کافر نیست ولو کان آباهم و ازواجهم، اصلا به یاد اونها نیست، هرگز
به یاد اونها نیست، دل بسته هم نیست، فقط اقربای مؤمن را دوست دارد بلاغیر. بنابراین هم قرینه متصل و هم قرینه منفصل شاهد است به اینکه منظور از این آبا و ازواج و ذریات مؤمنین خواهد. اونگاه فرمود و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب. یکی از نعمتهای بهشت آن است که فرشتگان رحمت از هر دری وارد می شود. اگر درهای بهشت فراوان است و اگر درهای بهشت باز است، گرچه هیچ کسی حاضر نیست از بهشت بیرون برود، چون لا یبغون انها هولا، و هیچ کسی هم مجاز نیست بدون اذن خدا، قدرت ندارد وارد بهشت بشود، اما باز بودن در یه آزادی است که نعمتی است بر نعمتهای بهشت و از نعمتهای بهشت. خود باز بودن در، مفتحتن لهم الابواب، خودش یک نعمتی دیگری است. فرشته ها از هر دری وارد می شود و به اینها سلام می کنند و می گویند سر به این نعمت رسیدن همون صبر و بردباری شما بود در دنیا. بله، حالا اون جمله آخر میرسیم انشاءالله که فرمود سلام علیکم بما صبرتم، برای اینکه در بحث صبر به عرض رسید که یک وصف نفسانی است که منشأ همه این خیرات خواهد بود، یا صبر علی الطاعت است، یا صبر عن المعصیت است، یا صبر عند المصیبت. همه این اطاعات ریشهشون به صبر برمیگردد. لذا در هیچ جای قرآن خدا مؤمنین را وعده نداد که من به شما اجر بی حساب می دهم مگر در باره صابری، که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. این سرشون بود. حالا باز به اون جمله رسیدیم، اگه نیازی به توضیح داشت ممکن عرض کنم. قهرن مطالبی که اینجا مطرح است، یکی ارتباط فرشته هاست با انسان. در اینجا فرمود والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از هر دری وارد می شوند. رابطه فرشته با انسان چیست؟ که چگونه فرشتگان با انسان ارتباط دارند؟ قرآن کریم فرشته را به عنوان یک موجود معصوم معرفی می کند که ملائکه لا یعصون الله و هم به امرهی عملون، اصلا گناه نمی کند. یک سلسله موجودات معصوم. و می فرماید بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، بندگان مکرم خدایند و هرگز بدون خدای سبحان سخنی نمیگویند، جلو نمیافتند. و سایر اوصافی که خدای سبحان برای فرشتگان معین کرده است. اگر فرشتگان معصومند و اگر بندگان مکرم حقند و اگر همه کارها را فرشتگان به اذن الله انجام میدهند، پس ارتباطی که فرشتگان با مؤمنین دارن اینم به اذن الله خواهد بود بدون تردید. اما نحوه ارتباط فرشتگان با انسان ها، در همه شؤون فرشته به فکر انسان مؤمن هست، در دنیا به یاد اوست، حین مرگ او احتضار به یاد اوست، در برزخ با اوست و در قیامت کبرا با اوست و در بهشت هم با اوست. این ارتباطات گوناگونی است که در قرآن کریم برای فرشته ها با انسان مطرح است. اما اصل ارتباط فرشتگان با انسان در دنیا، در دنیا سوره مبارکه احزاب آیه 42 اینه: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. فرمود خداست که بر شما صلوات میفرسته و فرشتگان خدا هستند که بر شما صلوات میفرسته. مؤمن مقامی دارد که خدا بر او صلوات میفرسته، مؤمن مقامی دارد که فرشتگان بر او صلوات میفرسته.
این صلوات خدا و صلوات فرشتگان بر مؤمنین چیست؟ تأثیر این صلوات چیست؟ فرمود تأثیر این صلوات همون اخراج انسان است من از ظلمات الی نور. وقتی فرشته بر انسان صلوات میفرستد، صلوات فرشته بر انسان وقتی است که این انسان از تباهی به نور در آمده باشد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته برای اینکه لیخرجکم من الظلمات الی النور. همین صلوات را در سوره احزاب برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده. در همین سوره احزاب آیه 56 که فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بر رسول خدا تمام انسان‌های مؤمن و فرشتگان طبعا لله سبحانه و تعالی صلوات می‌فرستند. برای اینکه خدا که صلوات می‌فرستد، فرشتگان هم که صلوات می‌فرستند، مؤمنین هم که مأمور به صلوات فرستادن. این مقام بلند حضرت. درباره حضرت خدا با یک تجلیلی این تعبیر را تفهیم کرد. فرمود ان الله و ملائکته یصلون. اگر یک فرمانروایی بخواهد از یک مهمانی، از یک دوستی تکریمی به عمل بیاورد، نه تنها خودش به منزل او میرود، بلکه با همه خدم و حشم و با همه مقربین درگاهش منزل او میرود. در جریان صلوات بر حضرت خدای سبحان با همه مقربینش یک جا بر حضرت درود میفرستند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. ولی درباره مؤمنین این جمله ها جدای از هم شد که جمله بر جمله عطف شد، نه مفرد بر مفرد. فرمود هو الذی یصلی علیکم یک جمله، و ملائکته یعنی ملائکته هم یصلون علیکم. این جمله بر جمله است. در حقیقت درباره حضرت فرمود خدای سبحان با همه مقربین درگاهش بر حضرت صلوات میفرستند. شما هم تأدب را رعایت کنید، جمعاً درود بفرستید، تک تک نباشه، برای اینکه خدا با همه خدم و حشمش بر حضرت صلوات میفرستند. این یک تکریم فائقی است. درباره مؤمنین جمله ها دوتاست. فرمود هو الذی یصلی علیکم این یک جمله، و ملائکته هم یعنی و ملائکته هم یصلون علیکم. این چنین نیست که در درود بر مؤمنین خدای سبحان با همه مقربین یک جا درود بفرستد. این جمله ها را از هم جدا میکنن. نظیر اون که در پایان سوره بقره است که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، این جمله که تمام شد بعد فرمود والمؤمنونه، نفرمود آمن الرسول والمؤمنون یا آمن هو والمؤمنون که مفرد بر مفرد عطف شده باشد. جمله اولا را تمام کرد، فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، این جمله که تمام شد فرمود والمؤمنون، یعنی والمؤمنون هم آمنوا بما انزل الله علی رسوله. این طور نیست که مؤمنین را با حضرت یک جا ذکر کرده باشد. این تفصیل قاطع شرکتی در اصل مقام است، گرچه در اصل مطلب صحیح است. در اینجا هم فرمود هو الذی یصلی علیکم، این جمله تمام شد، و ملائکته. این چنین نیست که خدا در درود فرستادن بر مؤمنین همه مقربین را به همراه آورده باشد. نه، نحوه تعبیر تکریم را میرساند. دو تا یصلی است دیگه، چون جمله فعلیه است، دو تا فعل دیگه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته هم یصلون علیکم، فعل محذوف دیگه، اصل جمله اسمیه بر جمله اسمیه است. در اونجا اصل مفرد بر مفرد است.
گذشته از این که خب در زل داره تل یخرجکم من از ظلمات الی النور. بنابراین هر وقت انسان تو یک چاله ای افتاد بداند در اون حال صلوات فرشته شامل حال او نشود. اگر دارد به این که همه برای مؤمن طلب مغفرت می کنند، همون لحظه ایمان است که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. اگر گفتن خدای سبحان بر شما صلوات می فرستد، اگر خطاب به مؤمنین هست هم خطاب اون حکم را تبیین می کند هم تعلیل زیل همون لیخرجکم من از ظلمات الی النور. پس صلوات برای آنه که انسان را نورانی کند. اگر در یه لحظه انسان تیره شد بفهمد در اون لحظه صلوات خدا و پیامبر شامل حال او نشده، و اگر در یک لحظه نورانی شد بداند مشمول صلوات خدا و پیامبر شده. این خصیصه است که درش ذکر شده. پس ارتباط فرشتگان با انسان برای اینه که او رو روشن کند از راه صلوات فرستادن. صلوات همون رحمتی است که اینها از خدای سبحان مسئلت میکنن و شامل حال مؤمنین میشن. همین معنا را در سوره مبارکه مؤمن که همون سوره غافر است ملازم فرمایید که قبلا هم بحثش اشاره شده، آیه 7 و 8 سوره مؤمن که همون سوره غافر است: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. حاملان عرش برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن، اونا که بار سنگین عرش به دوش اونهاست برای مؤمنین طلب آمرزش میکنن. و یستغفرون للذین آمنو چی میگن؟ میگوین ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، چون این چنینی وسیع الرحمت و العلمی، فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. اینها را بیامرز مؤمنین را. ربنا و ادخلهم جنات عدن التی وعدتهم، اینها را وارد بهشت عدن کن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم، که بحثش گذشت. پس حاملان عرش چند چیز برای مؤمنین طلب میکنن: یکی اصل مغفرت، یکی وارد کردن اینها در بهشت، یکی دور هم بودن مؤمنین اهل بهشت که از یک قبیله و یک خانواده هن، که اینم یک لذت انسی است فوق اون لذت های بهشت. از اینکه در سوره احزاب فرمود خدا و فرشتگان بر شماها صلوات میفرستن، یعنی بر شما مؤمنین، در سوره غافر و سوره مؤمن فرمود فرشتگان بر شما صلوات میفرستن، این آیات مقیده میتواند اطلاق آیه سوره شورا را تقیید کند اگر آیه سوره شورا اطلاق داشته باشد. سوره شورا آیه 5 اینی که: والملائکتو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. فرشتگان برای کسانی که در زمینن طلب مغفرت میکنن. آیا این چنین است؟ فرشتگان برای همه کسانی که در زمینن طلب مغفرت میکنن، چه مؤمن چه کافر، آیا اطلاق دارد که ما با اون آیات تقیید کنیم؟ یا اصلا اطلاق ندارد؟ والملائکتو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. هر کی در زمین است چه مؤمن چه کافر، همچی اطلاقی است تا با اون آیات تقیید بشود یا نه اصلا اطلاق ندارد؟ اصلا فرشتگان کافر را نمی بینن، کفار دیده نمی شود، ما تحت ولایت شیطانن. انسان کافر چون نور ندارد دیده نمی شود. چرا گفتن خانه هایی که در اون خانه ها نماز خونده می شود توزیع لأهل سما کما توزیع کواکب و سمائل اهل الارض، همونطوری که ستاره های آسمان برای اهل زمین روشن است و می تابد، خانه هایی که در اون خانه ها نماز خونده می شود برای اهل سما می تابد، اونو می بینن. کافری که در ظلمات فرو رفته است دیده نمی شود.
اگر هم این آیه مطلق باشد هم به اون آیات مغیره تقیید می شود، هم به روایت، هم به این آیاتی که قبلا خونده شد یعنی آیه سوره احزاب و آیه سوره مؤمن و غافر تقیید می شود، هم روایتی که در ذیل شست که از امام صادق سلام الله علیه آمده فرمود منظور از این من فی الارض مؤمنین من الشیعه، این مخصص روایی، اون هم مخصص قرآنی، اگر هم تازه این آیه اطلاق داشته باشه. بله، اینها که بخواهن طلب مغفرت بکنن میخوان افراد را نورانی کنند به دلیل آیه سوره احزاب که فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. معلوم میشود این گونه از ملائکه کارشون نورانی کردن انسان هاست. یه سلسله فرشتگانی هستند که مأمور ضبط اعمالن، یه سلسله فرشتگانی هستند که مأمور عذاب الهی هستند مثل فرشتگان جهنم. اصولا مسئولین جهنم غیر از فرشتگان چیز دیگر نیست که فرمود و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اونجا را کسی اداره نمی کند مگر فرشتگان. پس یه عده ملائکه فقط اصحاب النار هم مسئول تعذیب کفار و منافقین در نار، اونا یه حساب دارن، اونها برای قبض ارواح کفار هم می روند که یذبون وجوه هم و ادبار هم و ماننده آن. اما این ملائکه رحمت که مظاهر رحمت خدای سبحانند برای نورانی کردن مؤمن تلاش می کنند، این فقط مؤمن نمی بینند. حالا این ممکن است که در بحث های دیگر بخواست خدا روشن بشود که درجات اینها چیست، اقسام و احکام اینها چیست، ممکن روشن بشه. بله، انصراف معناش همونه که اراده جدی به طرف مؤمنین دیگه. اگر گفته شد انصراف دارد به مؤمنین، معنوش اراده جدی همونه دیگه. و همون مقیدی که میاد مقید حاکیت اراده جدیه، اما اراده استعمالی لفظ اطلاق داشته. نه، اگر انصراف داشته باشد دیگه اراده استعمالی هم نداره، معنی انصراف اینه دیگه. اگر بر فرض انصراف نداشته باشد و شامل بشود، یعنی اصالت الاطلاق محکم باشد، با اون دوتا آیه و این روایتی که مرحوم فیض نقل کرده تقیید می شود، که مرحوم فیض در صافی نقل کرده از امام صادق سلام الله علیه که منظور مؤمنین از چیه. پس ملائکه تلاش و کوششش آن است که انسان را نورانی کنه، در برابر شیطان که تلاش و کوششش اینه که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، کوشش فرشتگان این است که لیخرجکم من الظلمات الی النور. و اما ارتباط فرشتگان با انسان عند الموت و البرزخ، تا برسیم مسئله قیامت و بهشت که این آیه سوره رعد در جریان بهشت مطرح است. در دنیا مؤمنین تحت ولایت فرشتگان هست، زیرا فرشتگان این چنین میگویند الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این گویا در سوره حامیم فصلت است، آیه 20 و 21 سوره حامیم فصلت، همین حامیم این سین قاف. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونها که گفتند خدای ما پروردگار ما الله است، ما در تحت ربوبیت اللهیم ولا غیر، و روی این قولشون ایستادگی کردند
این زمینه نزول فرشتگان را روشن میکند. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اینها نازل میشوند. چی میگن به اینها؟ خب ما کی بفهمیم ملک بر ما نازل شده؟ چون ملائکه اقسامی دارن، اصنافی دارن، یه عده حاملان وحی هستند، یه عده مسئولیت های دیگر دارن. و ما یعلم جنود ربک الا هو. انسان مؤمن کی میفهمد که ملک بر او نازل شده؟ مادامی که حرف ملک را بشنود. حرف ملک چیست؟ اینه: تتنزل علیهم الملائکتو الا تخافو ولا تحزنو. نه نسبت به اون که در پیش دارید هراسناک باشی، زیرا آیندهتون تأمین است. نه نسبت به اون که پشت سر گذاشتید غمگین باشید، زیرا اون گذشته ها هم تأمین است. معمولا خوف نسبت به آینده است و حزن نسبت به گذشته. گاهی حزن نسبت به آینده هم هست، برای اینکه وضع روشن نیست، انسان غمگین است که در اونجا چه کند، مردد است. علیها نوعا خوف نسبت به آینده است که انسان از آینده بیمناک است. حزن برای از دست دادن چیزی است در گذشته. حرف فرشتگان این است که گذشته و آینده را زیر پا بگذار. نه در آینده ترس داری چون جای خوب می روی، نه نسبت به گذشته غمگینی چون چیزی را از دست ندادی. لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اون بهشتی که به شما وعده دادن همکنون به او میرسید. این در حال احتضار است که بشارت میدن. اونگاه میگوین نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. شما هم در دنیا تحت ولایت ما بودید، ما جز اولیای شما بودیم، هم در آخرت جز اولیای شما بودیم. اگر شما تحت ولایت الله باشید، فرشتگان اولیا و دوستان شمایند، هم در دنیا هم در آخرت. دوست به فکر دوست است. نحنو اولیا اکن فی الحیات دنیا. لذا فرشتگان نمی گذارن مؤمن بلغزد. نحنو اولیا اکن فی الحیات دنیا و فی الاخرت. ولکن فیها ما تشتهی انفسکم ولکن فیها ما تدعو. خب پس فرشتگان ارتباطی که با مؤمنین دارن ارتباط ولایت است. اینها ولی مؤمنند تا مؤمن بالا بیاد. اگر مؤمن بالا آمد همسطح فرشته شد. فرشته ولی مؤمن است، یعنی دوست است. تا از این حد انسان بالا برود. اگر از این حد انسان بالا رفت، این انسان است که ولی ملائکه خواهد شد. این انسان است که امور ملائکه را به عهده میگیرد. این انسان است که میگه سبحنا فسبحت الملائکه. این انسان است که مقدسنا فقدست الملائکه. این چنین نیست که انسان مطلقا تحت ولایت فرشتگان باشد. این انسانی که همه فرشتگان در برابر او خضوع و سجود کردن، فسجد الملائکه کلهم اجمعون، این انسان کاملی که فرشتگان علومشون را از او گرفتن، یا آدمو انبئهم به اسمائهم، این انسان کامل می شود ولی الملائکه. پس برای انسان سه مرحله است. در یک مرحله انسان تحت ولایت فرشتگان است تا بالا بیاد. وقتی بالا آمد همسطح فرشتگان شد، با فرشتگان ولیست، فرشتگان با او ولایت دارن، ولایت به معنای نصرت و محبت. از این حد که گذشت، این انسان کامل می شود ولی الملائکه، زیرا معلم ولی متعلمین است و انسان کامل ولی همه فرشتگان بود، زیرا انسان کامل معلم همه فرشتگان بود. هیچ فرشته ای نیست که در برابر انسان کامل خضوع نکرده باشد و نکند. این بیان که چند جای قرآن ذکر شده است، هم با جمع محلا با الف و لام ذکر شده، هم با دوتا تأکید. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون. پس هیچ ملکی نیست که در برابر انسان کامل خضوع نکند. این مقام بالای انسان کامل. Thank you.
در اون مقام ملائکه گفتن به این که شما اگر میخوایی خلیفه قرار بدی، نحنو نسبحو به حمده که به نقدس لک. خدای سبحان فرمود در جریان خلافت انسان کامل مطلبی است بیرون از سماوات و عرض، اینی اعلم و غیب از سماوات و عرض. در اینجا نکته است که بر فرشتگانم پوشیده است. لذا و علم آدم الاسماء کلها شد، اونگاه به آدم خود خدای سبحان این اسماء و حقایق را نشان فرشتگان داد. به فرشتگان فرمود این حقایق چیست؟ انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر راست میگید میتوانید خلیفه من باشید، خلیفه من باید علیم به کل شی باشد باذن الله. انبئونی به اسماء هؤلاء، قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمت. از اون به بعد سخن از تعلیم شروع شد که خدای سبحان به آدم فرمود یا آدمو انبئهم به اسمائه. از این به بعد آدم شد معلم ملائکه. فلما انبعهم به اسمائهم، وقتی آدم سلام الله علیه اون حقایق را یاد فرشتگان داد، اون هم نه تعلیم است بلکه انباع است، فاصله است بین فرشتگان و انسان کامل. انسان کامل علم دارد، اینا نبع دارند. انسان کامل بلا واسطه میگیرد، اینا معل واسطه میگیرند. قهرم کمتر خواهد بود. از اون به بعد خدای سبحان فرمود علم اقول لکم اینی اعلم ما لا تعلمون، بعد و از غلال الملائکه سجدوا آدم. اگر شما فیضتون را از انسان کامل میگیرید در برابر او خضوع کنید. و چون در همه موارد سخن از جمع محلا و الف لام است و با دوتا تأکید، بعد هیچ فرشته‌ای در عالم نیست که در برابر انسان کامل خضوع نکند. و اگر فرشتگان را خدای سبحان به عنوان نازعات و ناشطات و سابحات و صافات و مدبرات امر معرفی کرد، پس این عالم را فرشتگان به اذن خدا تدبیر می کنند. چون فرشتگان حقایق را از اون مقام انسان کامل دریافت می کنن، بجاست که در باره انسان کامل چون ولی از ارواحنا فدا بگوییم به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. او خلیفت الله است علی الملائکت و الناس اجمعین، نه خلیفت الله علی الارض است. یه همچه مقامی برای انسان کامل هست که انسان می شود ولی الملائکت. بنابراین در این کریمه فرمود ما اولیای مؤمنینیم. اونگاه در حال احتضار به مؤمنین میگن شما غم چی دارید؟ نسبت به آینده خائفی، آینده خوب به انتظار شماست. نسبت به اون که پشت سر گذاشتید غمگینی، همه اون خوبان شما با شما در بهشتن. که این بیان را مرحوم فیض از امام صادق سلام الله علیه و دیگر معصومین نقل میکنند که فرشتگان در اون حال احتضار به مؤمن میگویند هیچ غم و اندوه نداشته باش، برای اینکه همه آبا و ازواج به ذریات تو با تو هستند. اونایی که بدن که با اونها رابطه نداری، وقتی که مردی اصلا عداوت ظهور میکنند. اونایی که خوبن با تو هستند. همین بحث آیه سوره رعد و سوره غافر که می‌فرماید آبا و ازواج و ذریات مؤمن با مؤمن در بهشتن، همین را در حال احتضار فرشته‌ها به مؤمنین میگن. در همین سوره حامیم فسرت که تتنزل علیهم الملائکه است، در تفسیر مرحوم فیض تفسیر صافی در ذیل همین آیه تتنزل علیهم الملائکه این چنین آمده که ان الذین قالوا ربنا الله اعترافا به ربوبیته و اقرارا به وحدانیته ثم استقاموا علی مقتضاه، بر مقتضای این اقرار ایستادگی کردن، فرشتگان برشون نازل میشوند. یه بیانی هم از حضرت امیر سلام الله نقل میکند که او رو مرازی میفرمود تتنزل علیهم الملائکه عن الصادق علیه السلام عند الموت، هنگام مرگ نازل میشوند. میگویند لا تخافو ما تقدمون علیه، اون چی که میخواد اقدام کنید وارد بشوید ترس نداشته باشید. ولا تحزنو علی ما خلفتم، اون چی که پشت سر و در خلف گذاشتید غمگین نباشید. چرا؟ برای اینکه نسبت به آینده
و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. ما هم که همواره ولی شما بودیم، نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یعنی کننا نحرسکم من الشیاطین. شیطان میخواست وسوسه کنه، ما نمیذاشتیم. میخواست اغوا کنه، ما نمیذاشتیم. به مانم بیان نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، یعنی عند الموت. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، هر چی بخواهید هست. اونگاه این چند جمله را معنا کردن، یعنی استقام و علی الائمه واحدن بعد واحد، تا میرسد به این جمله فل کافی عن صادق علیه السلام قال ما یموتو موالن لنا مبغزن لعدائنا، هیچ ولی از ما نمی میرد الا و یحضره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام فیرونه و یبشرونه. این معصومین در حال احتضار می آیند، به این محتضر بشارت می دهند. و این کان غیر موالن یراهم به حیث یسوعه، اگر اون محتضر از اولیای ما نبود معصومین را می بیند اما خشمگین می بیند. و دلیل علی ذلک قول امیر المؤمنین علیه السلام لحارس الحمدانی یا حار حمدان من یموت یرنی من مؤمنین او منافقین قبلا، روبرو میبیند منطقه اون به حالت نشاط، این به حالت اندوه. و فی تفسیر الامامه علیه السلام اند قولی تعالی و یظنون انهم ملاقو ربهم من سوره البقره این چین آمده قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه، مؤمن از بدی عاقبت میترسد چون نمیداند که اوضاع چه خواهد شد. ولا یتیقن الوصول الى رضوان الله، یقین به مغفرت و رضوان الهی ندارد حتی یکون وقت نزع روحی و ظهور ملک الموت له، اون وقت مسئله بر او روشن می شود. چرا؟ و ذالک به این دلیل که ان ملک الموت یرد علی المؤمن و هو فی شدت علته و عظیم ضیق صدره، در اون حالتی که شاکش مرد که می خواهد دنیا را رها کند وارد برزخ بشود، نگران است بما یخلفه من امواله، هرچی که پشت سر میگذارد بر اونها نگران است. و بما هو علیه من اضطراب احواله من معامله و ایاله، از دوستان او و از بستگان او و اقربای او. و قد بقیت فی نفسه حسراتها، که من اینها را از دست میدم و دیگر نمیبینم. وقتوت دون امانیه فلم ینلها، اون امنیه ها و امانی رو هم که منقطع شد به اونها نمیرسد، از اون جهت هم متحسر است. اونگاه در این حال فیقول له ملک الموت ما لک تتجرع قصصک، چرا این قصه ها را جرعه جرعه این تلخی را تحمل میکنی؟ قال مؤمن به این فرشته میگوید لذتراب احوالی وقت تا اکلی دون آمالی، تو آمدی من به آمالم نرسیدم و حالم مضطرب است. اونگاه فرشته میگوید فیقول له ملک الموت و هل یحزن عاقل من فقد درهم زائفین و اتیاز الف الف ضعف دنیا، آیا عاقل که یک درهم رو از دست می دهد و هزار هزار برابر دنیا دریافت می کند محزون می شود؟ هل یحزن عاقل من فقد درهم ضعف، یک درهم ضعف بی ارزش بی اثر، و اتیاز
در عوضش الف ضعف دنیا. فیقول لا، مؤمن میگوید نه، این معامله حزن‌آور نیست. اونگاه وقتی برش روشن شد که این معامله حزن‌آور نیست، فیقول ملک الموت میگوید فنظر فوقک، بالا رو نگاه کن ببین چی میبینی. فینظرو، این محتضر حالا این چشمش بستگانش نمیبیند، دیگر راه دنیاش بسته است. فینظرو فیرا درجات الجنان و قصور حلتی یقصر دون حل امانی. بهشت و درجات بهشت و قصور بهشت ها که هر امانی و آرزو نسبت به او کم است. یعنی چی؟ یعنی انسان هم برفرض بخواهد با آرزو زنده باشد، در بهشت یه سلسله درجاتی است که اصلا انسان آرزو اونها هم نمی کند، برای اینکه باید بفهمد تا آرزو کند. انسان وقتی از یه سلسله نعمت ها خبر ندارد آرزو هم نمی کند. الان اون کتاب خطی مرحوم شیخ طوسی را یک انسان متعارف که آرزو نمی کند نمید، ای کاش من اون کتاب خطی شیخ طوسی رو می داشتم، که چون اهلش نیست. کسی آرزوی نعمتی را می کند که اون نعمت را درک کرده باشد. در قرآن فرمود یه سلسله نعمتها در بهشت هست که اصلا شما آرزوش هم نمی کنید، چون آرزو به مقدار علم است. انسانی که می داند آرزو می کند. اگه یه چیزهایی باشد که انسان اصلا نفهمد و نداند آرزو هم نمی کند که. لذا در قرآن فرمود لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهد، و لدینا مزیدون، یعنی فوق مشیت امنیه است، نه هر چه بخواهند می دهند. بعضی از چیزهاست که اصلا آرزو نمی کنن. البته این رو در دنباله بحث نماز شب خونا و شب زنده دارا ذکر کرده که فلا تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. یه سلسله چیزهاست که اصلا انسان آرزو نمی کند، نمی تواند به خدا بگه خدای اونا رو به من بده. چرا؟ چون مقدار آرزو به مقدار درکه. انسان اگر درکش محدود باشد امنیه او هم محدود است. در اینجا فرشته می‌فرماید یه سلسله درجاتی و قصوری در بهشت هست که امانی و آرزوهای تو نسبت به او قاصر است. از آرزوی هم چیزی هم نمی‌کنی که یک سرو دو نهل امانی. اونگاه فیقول ملک الموت تلکه منازلو که و نعمو که و اموالو که و اهلو که و ایالو. ببین همه رو میبینی، اگر اونا موندن با اونا هم هستی، با گذشته ها که هستی، با آبا و اون اخوان و اخوات و اعمام و عمات و سایر اقربای مؤمن که هستی، اینا هم که بعد بیان جاشون همونجاست با تو. و اهل که و ایال که و من کان من اهل که هاهنا و ذریت که صالحن فهم هنا لکه معکه. پس وقتی می روی به حضور گذشتگان مؤمن می روی، به دنبال تو هم آیندگان مؤمن تو به تو ملحق می شوند. این همون یدخلونه ها و من سلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم خواهد بود. اونگاه می فرماید افترزا بهم بدلن من ماها هنا، آیا راضی شدی؟ فیقولو بلا والله. اونگاه زیل شما راضی فرمود که نعمتی دیگری است. الحمدلله رب العالمین.